آقای مصداقی، الان شما از بخش اول در حقیقت دادگاه روز اول اومدید، میشه برامون توضیح بدید که چه اتفاقی افتاد؟ این دادگاه به من در واقع کیفرخواست رو دادستان خوندن، موارد این کیفرخواست اومده و کسانی که در این کشتار به قتل رسیدن و اسامیشون رو قبلا در کتاب من اومده بود اسامی اونها رو مطرح کردن و بعد اسامی زندانیان چپی رو که در واقع در این کشتار به قتل رسیدن اونها رو مطرح کردن، چون اونها که در کیفرخواست اومده نه همه اسامی، این بخشی از در واقع واقعیتی که اون در کیفرخواست اومده و بعدش وکلای حمید نوری همه چیز رو انکار کردن. البته در اولین اقدام وکلای پرونده تقاضای خسارت هم کردن، این یک در واقع فرمال هستش. منتها حالا منتظر میشیم تا این دادگاه همچنان ادامه داره تا سال آینده و امیدواریم که این آغازی باشه برای در واقع به محاکمه کشوندن. حمید نوری چگونه وارد دادگاه شد؟ میگین دو مکت وضعیت کلی حمید نوری توسط چند تا پلیس و با دست بسته و کمربندی که دستو بهش میبندن به ترتیب دادگاه شد و در کنار پلیس ها نشسته و وکلاش. واکنش خاصی نسبت به جریان؟ واکنش خاصی نداشت، فقط چون من فقط در دادگاه بودم از میان شاکیان پرونده، در واقع فقط او دائم نگاه میکرد، خشمالو در صورت گاهی اوقات پوزخند میزد ولی فرقی نمی کنه، در صورت دو سال آینده میبایستی موسوم رو دنبال کنه.